ماجرای زیر گرفته شدن یه موتور سوار توسط تیم اسکورت و محافظت ابراهیم رئیسی. با ما تو این ویدیو همراه باشید. این ویدیو رو با هم میبینیم و راجع به صحت و واقعیتش باهاتون صحبت میکنم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. فیلم منتشر شده یه زیر گرفتن یه موتور سوار توسط تیم اسکورت ابراهیم رئیسی با استاب گسترده یا در اینستاگرام داشت. روز گذشته یه ویدیو در شبکه‌های اجتماعی مختلف پخش شد که ادعا می‌شد یک شخص موتور سوار سعی کرده بود وارد تیم اسکورت ابراهیم رئیسی بشه. با مداخله تیم اسکورت و زیر گرفتن او، این فرد فرار کردش. پیگیری حاکی از اینه که این ماجرا در اصل برای تیم اسکورت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا رخ داده و اصلا ربطی به ابراهیم رئیسی نداشته. ماجرا هم این بوده که پس از حرکت تیم آقای مادورو از شمال خیابون ولیعصر، فردی موتور سوار در برهای مختلف سعی کرده که وارد تیم اسکورت بشه و فاصله نسبتا طولانی این کارش رو تکرار کرده. تیم اسکورت رئیس جمهور ونزوئلا هم چندین بار به موتور سوار هشدار میدن که رفتار خطر آفرین نکنه و از این موقعیت کنار بره. با این حال موتور سوار به هشدارها اعتنا نمیکنه و بازم کار خودش رو تکرار میکنه. در پی بی‌اعتنایی تیم اسکورت بر اساس قواعد حفاظتی عمل میکنه و در نزدیکی پل پارکوی اقدام به متوقف کردن موتور میکنه. اما جالب اینه که وقتی که موتور متوقف میشه، موتور سوار پس از تصادف سعی میکنه که سریعتر فرار بکنه و صحنه رو ترک بکنه. حالا مشخص نیستش این موتور سوار قصد انجام چه کاریو داشته که حالا بعد از تصادف اینجوری فرار میکنه. فیلم درگیری هم توی فضای مجازی خیلی دست به دست شد که بریم با هم ویدیوش رو ببینیم. خب دوستان، نظرتون راجع به این ویدیو و این اتفاق و این خبر چیه؟ به نظرتون آیا پشت پرده قرار بود اتفاقی بیفته یا ناامنی ایجاد بشه یا نه به صورت اتفاقی موتور سوار برای رئیس جمهور ونزوئلا مشکل درست کرده بوده و حالا بعد از اینم که تصادف میکنه برای اینکه مشکلی پیش نیاد براش فرار میکنه؟ حتما نظرتون رو برای ما بگید. نه، از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.